درود بر شما. با 180 ثانیه جمعه 23 خرداد ماه ما رو همراهی کنید. خبرگزاری رویترز میگوید به نسخه ای از گزارش دبیرکل سازمان ملل دست یافته است که در آن تاکید شده موشک هایی که سال گذشته در حمله به تاسیسات نفتی عربستان استفاده شدند منشأ ایرانی داشتند. گزارش جدید آقای گوترش هنوز منتشر نشده ولی رویترز میگوید در این گزارش آمده که موشک‌های کروز یا بخشی از قطعات این موشک‌ها و پهپادهایی که در حمله به تاسیسات نفتی آرامکو و فرودگاه ابهای عربستان استفاده شدند شبیه تولیدات یک شرکت تجاری ایرانی هستند یا اینکه نشانه فارسی دارند. یک نماینده مجلس میگوید 5 کشتی حامل کود فسفات و پتاس که کشاورزان به محصولات آنها نیاز مبرمی دارند در خلیج فارس در انتظار اختصاص ارز هستند. عبدالله بزرگزاده سربازی فعال مدنی اهل ایران شهر در ترکیه بازداشت شده است. او در ویدیویی میگوید که سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه او را دستگیر کرده است. رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی در تهران گفت چند ضابط قضایی و کاربند سازمان بازرسی که برای منحرف کردن روند دادرسی پرونده محمد امامی تلاش می‌کردند بازداشت شدند. پرونده اتهامی آقای امامی مربوط به بانک سرمایه است و او حدود 30 ماه است که در بازداشت به سر می‌برد. شبکه اجتماعی توییتر اعلام کرد بیش از 32,000 اکانت توییتر وابسته به دولت‌های چین، ترکیه و روسیه را مسدود کرده. توییتر همچنین 150,000 حساب دیگر را که به شبکه اکانت‌های دولتی چین برای تقویت نشر اطلاعات کمک می‌کردند مسدود کرده. توییت‌های این حساب‌ها اطلاعات مطلوب حزب حاکم چین و همچنین اطلاعات گمراه کننده‌ای درباره هنگ کنگ منتشر می‌کردند. نماینده آباده در مجلس ایران از تهیه طرحی دو فوریتی برای تغییر نام فرودگاه بین المللی مهرآباد به فرودگاه بین المللی شهید قاسم سلیمانی خبر داد. بر اساس گزارش فاکس نیوز، مقام‌های دفاعی آمریکا هشداری درباره ایران به عنوان یکی از دشمنان خارجی که سعی دارد از ناآرامی‌های پس از مرگ جورج فلوید برای ایجاد تفرقه میان آمریکایی‌ها بهره برداری کند صادر کردند. در پی سقوط ارزش پوند لبنان، صدها معترض لبنانی دیشب در شهرهای مختلف این کشور تظاهرات کردند. در شهر ترابلس درگیری‌های میان پلیس و تظاهرکنندگان روی داد. پول لبنان از اکتبر گذشته 70% ارزش خود را از دست داده است.